برنا اندیشان تقدیم می کند. سلام، امروز می خواهم در مورد یادگیری اصطلاحات در زبان انگلیسی صحبت کنم. اصطلاحات در زبان انگلیسی بسیار زیاده و ما در مورد هر موقعیت مکانی و زمانی از اصطلاحات خاصی استفاده می کنیم. اصطلاحات دو جوره، ما یه دونه داریم idioms، یه دونه داریم proverbs که میشه ضرب المثل، یه دونه داریم اسلنگ که میشه اصطلاحات خیابانی. اسلنگ و idioms در واقع رابطه نزدیکی با هم دارن. مثلا اسلنگ، idiom، proverbs. اسلنگ یعنی اصطلاحات کوچه بازاری، idiom یعنی اصطلاحات یه جور مثلا تو کتاب ها هست، proverb میشه ضرب المثل. ضرب المثل ها مثلا خواهی مثل چی؟ مثلا خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو، گر سرپانی رو در قول حلوا سازن. اینا که تو فارسی داریم، تو انگلیسی هم هست نمونش، آشپزی که دوتا شده شروع میشه یا بینمک و موارد دیگه. یادگیری اینو چجوری است؟ اینو مثلا در یک موقعیت متنی، در یک سبک و استایل خاصی ما از proverb استفاده میکنیم. حالا بستگی داره در نسبت مثلا تو آمریکا هستیم یا تو کانادا هستیم که این اصطلاح چجوری باید استفاده بشه. بعد slang، idiom، proverbs. idiom چیه؟ idiom هم همون اصطلاحی که گفتیم تو کتاب، مثلا میتونه کتاب مثلا idiom in use داریم. slang کوچه اصطلاح تو کوچه بازاریه که تو کوچه بازاری مثلا چی داریم slang بگیم. یعنی مثلا dude، رفیق، guys. guys هم مثلا جزء slang به حساب میشه. dude، رفیق، guys، پال، معنی رفیق هست. اینا اصطلاحات اسلنگیه. اسلنگ، پال، دود، گایز. بعد دیگه موارد دیگه. حالا ایدیم چیا هست؟ مثلا میگیم در، مثلا میگیم در آر مور پلنتی fish at the sea. مثلا میگیم ماهی توی دریا زیاده. مثلا توی موقعیت هستیم یه چیز رو دست میدیم، ولی میگیم بعدش میگیم there are more plenty of fish at the sea. There are more plenty fish at the sea. بعد فروبرزم که دیگه معلومه دیگه، وقتی بخونیم ما متوجهش میشیم. نکته مهم برای یادگیری اصطلاحات اسلنگ، ایدیمز و پرابرز اینه که تو موقعیت متنی اونا رو یاد بگیریم. مثلا توی فیلم ها، مثلا توی اسلنگ ها زیاد به کار میریم. مثلا میگیم hey dude، hey guys، hey pal. dude میشه رفیق، pal میشه رفیق، friend مثلا حالت ساده داره، ایدیم هم نیست، اسلنگ هم نیست، پرابرز هم که حساب نمیشه. بعد پرابرز ها در واقع یه جور چیز دارن، یک جور فریزن، یک جور فریزن که در یک عبارت به کار میره. ایدیم ها مثلا، ایدیم هم باستم بگیم، مثلا میگیم idiomatic expression، اصطلاحات ایدیمی یا اصطلاحات. مثلا میگیم که there are more plenty fish at the sea. یا مثلا دوباره یه ایدیم داریم که معروفه، میگه نابردن گای مایسر نمیشود، موزان گرگان برادر که کار کرد. اینه میتونیم جزی پرابلم هم استفاده کنیم، ولی بسید جزی دیگه مگم میره no pain no gain. gain no pain no gain، آبودن از گنگ باید سر نمیشه، ولی موزان گرگان برادر که کار کرد. اینه در موقعیت مدی به کار میره. مثلا یه نفر میخواد تلاشی بکنه که به هدفی برسه، بخواد مثلا چیکار کنه، چیکار کنه، میگیم no pain no gain، آوردن از گنگ مثلا نمیشه. و نوازن که جان برادر که کار کرد، میگه که درد نکشی چیزی رو به دست نمیاری، اگه سختی نکشی چیزی رو به دست نمیاری. این معنی ها رو میده، no pain no gain. بعد اسلنگ ها، اصطلاحات در هر زبانی نسبت به اون فرهنگ اون زبان متفاوته. مثلا اگر بخوایم اسلنگ های ایالت نیویورک رو با مقایسه کنیم با اسلنگ هایی که در لندن به کار میره، زمین تا آسمون متفاوته. در چه زمانی متفاوته؟ حالا اینجا میگم در چه زمین های متفاوته. اولیش بحث تلفظ هست، که اصلا تلفظ اصلا معنی رو اصلا تغییر خواهد داد تو ذهن ما ولی بشنویم. بعدی کاربردش هست، کاربردش. بعدی شیوه کاربردش هست، شیوه کاربردش هم مثلا بریتانیایی ها یا
یه سری مثلا هر حروف رو نمیخونن، یه سری حروف رو تو دماغ تلفظ میکنن، یه سری حروف رو تو گلوی تلفظ میکنن. آمریکایی ها نه، آمریکایی که همه رو میخونن دیگه، بریتیش امریکن. حالا اگه بخوایم اینا رو ما مقایسه بکنیم مثلا با لهجه استرالیایی، استرالیایی باز اسلنگ خاص خودشو داره که از ریشه انگلیسی بریتانیایی وام گرفته. بعد کانادایی هم همینه، کانادایی انگلیسی چه خورده به انگلیسیه، به انگلیسی آمریکایی نزدیکه، ولی چون فرانسوی صحبت میکنن این فرانسوی صحبت کردنشون میتونه در سبک سیاق صحبت کردنشون هم تاثیر بذاره که اگه بازیگرای کانادایی رو خوب دقت کرده باشید بعد چیزا رو مثلا اوت رو میگن اوت، اوت مثلا اوت میگن اوت میشه بیرون، get out، get out میگیم، میگیم get out، get out، get out. چون چرا؟ چون به خاطر اینکه ریشه فرانسوی در زبونشون نهادینه شده، به خاطر اینکه اون چند سال زیر سلطه فرانسه بودن و کلا فرانسوی هم صحبت میکنه چند سال، چون تو به تاریخشون رفت بوده چند صد ساله به زیر سلطه فرانسه بودن، الان دیگه خودشون تونستن به اون چیزایی که میخواستن برسن، بعد خودشون تونستن اون چیزی که میخواستن برسن و دولت خودشون رو تشکیل دادن، که با این حال زبان انگلیسی و زبان فرانسویشون بسیار حالت ترکیبی داره. بعد اینکه هیچ وقت هم آمریکا نتونست این رو، این آمریکا نتونست زبان خودش رو به زبان کانادایی انتقال بده، ولی کانادایی خودشون وارد آمریکا شدن، که این کانادا و آمریکا و اصطلاحاتی که درش به کار میره با هم زیاد متفاوت نیست. در واقع کانادا از آمریکا و انگلستان وام گرفته زبانش رو، حواستون باشه. بعد از اینکه مثلا دولتش هم تشکیل شد دیگه زیر نظر انگلیس اداره شد و در واقع دولت هم دولت پادشاهی. پادشاهی یعنی چی؟ پادشاهی یعنی مونارکی، مونارکی یعنی پادشاهی. بعد اینکه خب این هم بود تدریس یادگیری اصطلاح در زبان انگلیسی. با تشکر از توجه شما، تمرین های کاربردی متنوع رو هم داره. توی این آموزش قراره چه چیزهایی یاد بگیرید؟ بیزا 400 اصطلاح پرکاربرد آمریکایی رو یاد میگیرید، مکالمات روزمره در موقعیت مختلف رو یاد میگیرید، نکات گرامری کاربردی در مکالمه رو یاد میگیرید، تلفظ صحیح اصطلاحات و جملات رو یاد میگیرید، اعتماد به نفس و برقراری ارتباط زبان انگلیسی رو یاد میگیرید. بعد اینکه چرا این کتاب تمرین تعاملی داره، تمریناش جذاب و متنوع است، به شما کمک میکنه تا آموخته‌های خودتون رو عملی به کار بگیرید و مهارت‌های مکالمه خودتون رو تقویت کنید. پوشش موضوعات گسترده است، این کتاب طیف وسیعی از موضوعات روزمره رو پوشش میده، از جمله غذا، خرید، سفر، سرگرمی و بسیاری از موارد دیگر. آموزش تلفظ صحیح با راهنمای این کتاب تلفظ صحیح کلمات و عبارات رو یاد بگیرید و اعتماد به نفس خودتون رو در مکالمه افزایش بدید. بعد آموزش اصطلاحات عبارات روزمره، این کتاب شامل بیش از 400 اصطلاح و عبارات پرکاربرد در مکالمات روزمره است که به زبان آموز کمک میکنه تا در موقعیت واقعی زندگی مانند خرید، غذا خوردن، سفر و غیره به راحتی ارتباط برقرار کنند. افزایش اعتماد به نفس در مکالمه با یادگیری اصطلاحات و عبارات این کتاب، زبان آموزان میتوانند به طور طبیعی و روان صحبت کنند و اعتماد به نفس بیشتری در مکالمات خود داشته باشند. یادگیری در قالب مکالمات واقعی، این کتاب شامل مکالمات واقعی و روزمره است که به زبان آموز کمک میکنه تا درک بهتری از کاربرد اصطلاح و عبارات در موقعیت مختلف داشته باشند. آموزش گرامر کاربردی، در هر درس هم بخشی برای آموزش گرامر مرتبط با مکالمات وجود داره که به زبان آموز کمک میکنه تا ساختارهای گرامری مورد نیاز برای مکالمه رو یاد بگیرن. یعنی تو اینجا قراره به ساختار یاد بگیرید، ساختارهای مکالمه، ساختارهای مثلا اصطلاحاتی رو یاد بگیرید. تمرین متنوع وجود داره، این کتاب شامل تمرین متنوعی برای تقویت مهارت شنیداری، گفتاری، خواندن و نوشتن هست که به زبان آموز کمک کنه تا موقعیت خودشون رو به طور کامل تثبیت کنن. فایل های صوتی با لهجه آمریکایی، فایل صوتی که با لهجه آمریکایی ضبط شده به زبان آموز کمک میکنه تا با تلفظ صحیح اصطلاحات و عبارات داشته باشن و مهارت های شنیداری خودشون رو تقویت کنن. به طور کلی استفاده از کتاب مربوطه میتونه به زبان آموز کمک کنه تا مهارت مکالمه و درک مطلب خودشون بهبود ببخشن، دائره لغاتشون رو گسترش بدن و با اعتماد به نفس بیشتری در موقعیت های واقعی زندگی ارتباط برقرار کنن. بعد اینکه تو این آموزش هم تمامی جزئیات مربوط به آموزش کتاب Speak English Around Town به صورت کاملا جامع و کاربردی بررسی میشه. دیگه شما نگران نیستید که چه منبعی بگیرید، که مثلا اصطلاحات چجوری یاد بگیرید، جملات چجوری یاد بگیرید. تو این آموزش جملات در قالب موقعیت مختلف شما گفته میشه و شما عزیزان میتونید برای تهیه آموزش کتاب Speak English Around Town به وبسایت برنندیشان مراجعه بفرمایید. با تشکر از توجه شما.